برنامه روی خط اختصاص داشته به موضوع برخورد با درویش و آزادی عقیده در ایران که در این بخش توجه شما را جلب می‌کنم به بخشی از نظرات بینندگان در این ارتباط. افراد اراذل اوباش تهران به این جمع اضافه شده بود که این شیشار شکستن. کار درویش نامه اینو قبول دارن. اینا چهار تا بسیجی می‌فرستن که تجربیاتی هیچ ندارن. چهار تا بچه می‌فرستن اینجا مغلطه درست کنن، شلوغی درست کنن، بندازن گردن بنده خدا. وگرنه اینا به هیچ کس آزار نرسونن. مخلص‌ترین آدم ها، صادق‌ترین آدم ها، پاک‌ترین آدم همین ها. اینا فقط میخوان خودشون باشن، همون مجموعه سپاه پاسداران و خودش که دور و بر فقط درآمد مملکت، نفت مملکت، هزینه مملکت فقط خودشون بخورن. والا از نظر من باید آزادی مذهب باشه، برای اینکه تمام مذاهب، چه کلیمی، چه مسیحی، چه مسلمان، چه اهل تسنن، بودایی، آفتاب پرست، خورشید پرست، همه ما آفریده یک نفریم، خدای همه ما یکیه، پس هیچ فرقی نداریم. حالا اگر که منتها الان دین اسلام مخصوصا شیعه در اقلیته و شیعه چون در اقلیت نمیتونه این چیزا رو بپذیره، به زور میخواد عقیدش رو تحمیل کنه به مردم. وگرنه من خودم مسلمانم، به خدا و پیغمبر و امامم خیلی عقیده دارم، ولی باید آزادی مذهب باشه. دلش میخواد اصلا دین نداشته باشه، ولی ضرری هم به کسی نمیرسونه. درست. یکی دلش میخواد نماز بکنه، یکی دلش میخواد نخونه. بله. یکی که نماز نمیخونه به من شما ضرر نمیرسونه که. مادر یکی از این دراویش هستم که مجروح، به شدت مجروح شده و اینها اعتراض صلح‌آمیز داشتن، فقط اونجا نشسته بودن جلو پای کلانتری و فقط الله اکبر میگفتن که پلیسا بهشون حمله ور میشن و با چماق و این تفنگای ساچمه‌ای همه رو کتک زدن، سر کله پسر منو شکوندن، بینیشو شکوندن و این با این تفنگای ساچمه‌ای تو صورتش و بینیش و همه جاش، سرش اینا رفته و تمام بدنش زخمی شده.